به این رنگ ها دقت کنید. من میخوام امروز بر اساس علم رنگ شناسی کاراکتر شما رو تحلیل کنم. هر کدوم از شما یک رنگ انتخاب بکنید. به من نگینا. انتخاب کردید؟ خب دوست عزیز، شما چه رنگی رو انتخاب کردید؟ سبز. سبز. رنگ ببخشید ببخشید. آبی. آبی. رنگ آبی. ببخشید. قرمز. رنگ قرمز. ایشون رنگ قرمز رو انتخاب کردن. پرشور ولی ببخشید. بله. میتونم نارنجی رو انتخاب کنم؟ نه. پرشور ولی خودپسند، پرهیجان کمی مغرور، عاشق شور و شوق و نشاط و هیجان. شما متعلق به فصل گرما هستی، تابستونی. نه. نه؟ آها، زمستونی هستی، فصل سرما، درسته؟ نه. نه؟ آها، ببخشید، یه نکته ای رو من فراموش کردم. من داشتم تحلیل رنگ قرمز پررنگ رو میگفتم. ایشون از اون کرکترهایی هستن که به رنگ قرمز کمرنگ علاقمند هستن. نه در زمستون به دنیا اومدن، نه در تابستون، بینش هستن. میشه چه فصلی؟ پاییزی. یک پاییزی پرشور و انرژی، درسته؟ نه. شما چه رنگی رو انتخاب کرده بودید؟ قرمز. قرمز. آها، قرمز. متولد فصل بهار هستید، درسته؟ بله. دیدین درست گفتم؟ با استفاده از علم کالرولوژی تونستم کاراکتر ایشون رو تحلیل کنم و بفهمم متولد چه فصلی هستن، در چه ماهی به دنیا اومدن. ببخشید. اه، چی شد؟ قد شد. نه بابا، حوصله‌تو نداره، رد تماس کرده. مهاجر؟ عاشق منه، دستش برده. ده باز دوباره دستش خورد. بل کن آقا، خودم میگیرمش. اون جواب آدم هایی چیزو نمیده. آدمی چیو؟ مگه دوباره آره؟ نسنگ بازم شروع کرد؟ بو که زیاد میاد تو خونه. چی میگی تو؟ میگم چی میگی تو؟ چی میگی تو؟ چی میگی تو؟ بابا نگو، چی داری میگی؟ بابا یکی این سیخو ازش میگیره. قطعا تابستون. نه. ای ببخشید. معذرت میخوام. شما قطعا تابستونی هستید، مطمئنم. آخه نیستم استاد. شما تابستونی هستین، ماه تولدتون هم شهریوره. نه. مطمئنم هستین. آخه متولد بهمنم. خانم محترم، شما اینجا توی فرمتون نوشتین که متولد ماه شهریور. چون نیمه دومی بودم، برای که یه سر زودتر برم مدرسه شناسنامه زودتر گرفتم. آهان، این دیگه مشکل شماست. روانشناسی رنگ بر اساس شناسنامه است دوستم. معذرت میخوام. دستش خورد، قد شد. هندونه. خودم میگیرم. کسی شما رو آدم حساب نمیکنه. اون تو جلسه است، اگه بفهم من زنگ زدم سریع جواب میده، بی خود زنگ نزنی. جناب نقوی،
سلامت شد. خوب هستین؟ خیلی ممنون. شما خوب هستین آقای دکتر؟ به مرحمتتون. بعد موقعی که مزاحم نشدم. مراحمی؟ بهترین وقت. جلسه‌ش همین الان تموم شد. تو جلسه که نیستی؟ نه بابا، جلسه کجا؟ سر کلاس بودم، به بچه‌ها تمرین دادم، اومدم بیرون. اتفاقاً پیش پای شما رحیم و جعفر زنگ زدن، قطع کردن. چرا؟ وقتمونو که از سر راه نیاوردیم جناب نقوی. این جعفر که خیلی پرحرفه. ور 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 ور. اون یکی هم که معلوم الحال چیزی. اتفاقا آقای دکتر پیش من هستن هر دوشون. صداتونو دارن میشنون. به به، سلام برسون خدمتشون. ببخشید من پرحرفم؟ بله بله پرحرف، ولی همه حرفا نقص. دهنتون رو باز میکنین ور 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 در رو گوهره که میریزه بیرون. مهاجر من معلوم الحال چیزیم؟ دقیقا یک حال معلومی دارین؟ چیزه شیرین و دوست داشتنی. گاهی دوست ندارم صدای هیچ کدومتون رو بشنوم، از بس احساساتی میشم. باور بفرمایید که من الان خیلی مشتاقم که پیش شما سه نفر سه عزیز بودم، از محضرتون استفاده میکردم و حسابی محظوظ میشدم. محظوظ؟ ببخشی یه لحظه گوشی؟ چته؟ برای چی میخندی؟ هیچی، همش نیشت بازه. هر 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 سر کلاس نباید با تلفن حرف زد. بله خیلی ممنون از تذکر بجاتون. خواهش میکنم آقای ادانه‌ای. جناب استاد چند لحظه اینجا بایستید، بچه ها شلوغ نکنن. چشم. من تلفنم صحبت بکنم برگردم. من با شما کار دارم. منم با شما کار دارم. چی گفتی؟ هیچی. از این رنگ ببخشید میفرمودید؟ خب آها 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 چی شده؟ مسعود و حبیبو؟ برای چی؟ گروگان برای چی؟ 7 میلیارد. دوستان یه خوره یواشتر. چی گفتی؟ بابا مسعود که اصلا به درد نمیخوره که، بندازینش بره بهتر. حبیبم همینطور راحت میشی. نه 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 اشتباه نکنید. ببینید من عاشق مسعود و دوستای گلش هستم، ولی چیزی که الان مهمه بازار کساده. بازار که کساده، بازار موفقیت هم کساد میشه. ما همه مثل زنجیر به هم وصل هستیم دیگه. شما الان توجه بفرمایید، تو همین چند وقت گذشته قیمت ارز، طلا، سکه چند برابر شده؟ آفرین، خدا پدرتونو بیامرزه. همه چی گرون شده. بله کاهو، پیاز، خیار، سیب زمینی، میلگرد، آهن، خمیر دندون، مسواک، بنزین، بیل تهاوبی، ما کفش کنه، دمپای کنه، رب، بادمجون، کیوی، موز، آناناس، چنبلیله، موبایل، خودرو، خوک، آب معدنی، دفترچه، خودکار، دستمال کاغذی، مداد، تراش، پاکون، ماجیک، دسر، شلوار، کت، شامپو، صابون، آجیل، جوراب، یخچال، تلویزیون، گوشت، مرغ، ماهی، روغن، چای، قند، شکر، جوراب، اجاره خونه، اجاره دفتر، نوار، کاست، سی دی، پزشک، دی وی دی، همه چی. نه برای چی بر بخوره؟ به کی بر بخوره؟ نه نه همه میدونن ما داریم شوخی میکنیم. قیمت همه اقلام که تو این چند سال ثابت مونده، حتی بعضی هم اومدن پایین. بله نه 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 اصلا حتی 1 ریال روی من حساب نکنید. نه 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 آقای مهاجر. بله جانم. بله بله جلسه. ببخشید منو صدا میکنن. قربان شما. نه نه گفتم که هیچی. شاد و پیروز باشید. خدا حافظ. کمک کمک، خواهش میکنم یکی بیاد دستای ما رو باز کنه. آی کمک. آقای زورگیر بابا، این از همکارتون تو زندان بپرسین کی زده. آی کمک، ما به وکیل احتیاج داریم. چرا برای پای وکیل نمیگیرین؟ آقای زورگیر، همکار آقای زورگیر. خب
خطاب نزن. داد نزنم چیکار کنم؟ منتظر وکیل تو باشم؟ بعد چه این وکیل یاد گرفتی؟ هر انسانی تو زندگیش به یک روانپزشک و وکیل احتیاج داره. اما الان تو وکیل داری؟ بله. برای چی؟ برای کارهای حقوقیم. میتونم بپرسم آخرین کار حقوقیتون چی بوده؟ بله. چی بوده؟ رفتم بانک حقوق بابا رو گرفتم. آن یعنی برای این امور حقوقی وکیل دارین؟ این امور و امور مشابه. بله. یعنی تو این شرایط سختم باید یه کاری بکنی به جامعه محترم وکلا بر بخوره؟ من معذرت میخوام، اصلا شرایط درک نمیکنه. دیگه نمیخوام چیزی بشنوم. چیزی نمیگیم تا وکیلم بیاد. حبیب گفتم با من حرف نزن. حبیب او چیه؟ کنتور برق. اونو نمیگم. اونجا اون کانال کولره. نه برق. وای رسول، با این اره میخوام جواره همونو ببرم. با اره تنابامونو باره میکنیم. چیکار کنیم؟ میام سراغ نقشه بعدی. اونا فکر میکنن دست ما بست است، درسته؟ آره. ولی نمیدونن دست ما بازه. خب حالا چیکار کنیم؟ نمیدونم. تو میری میشینی وانمود میکنی همه دستت بسته است، سر صدا میکنی زورگیرا میان اینجا، من اینجور برمیدارم و خوش میزنم تو اینجای سرشون، بلافاصله بیهوش میشن. خیلی خوب آماده ای؟ محکم بزنه شایستان اونجا بزن تو سالش. آقای زورگیر، همکار آقای زورگیر کمک، مسعود فرار کرده. مسعود فرار کرد. چه خبره؟ چطوره اینقدر سر صدا میکنی؟ زدیش؟ بله. خیلی خب بریم سراغ مرحله بعد. دست و پاشو ببند خون و ایناشم پاک کن. نمیتونیم بریم سراغ مرحله بعد چون مرحله قبل هنوز انجام نشد. چی نزدیش؟ زدم دوبار دقیقا نزدی؟ بخشت.
هست. مشکل از این نیست. خدمت شما باشه. ببخش همینجا افتاده با چیز خطرناکی هم هست. بابا 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 عجبا بابا من اومدم با شما صحبت کنم واسه چی این فیلمو پشتتونو کردین به من ایوا من یک قرون برای مسعود نمیدم تمام بابا اینا آدمای خطرناکی هن شما میتونی قبول کنی که انگشت مسعود رو قطع کنم بفرستن در خونه؟ انگشت میکلانج رو که قرار نیست ببرن مسعوده حالا ببرن یه انگشت بیشتر یه انگشت کمتر چه فرقی میکنه؟ یعنی چی؟ اصلا کجا معلوم انگشتش رو قطع کنن؟ اومده با گوشش رو قطع کردن بهتر حالا خیلی هم از اون گوش استفاده میکنه حرف از این گوش میاد از این میفته بیرون ببرن که لااقل دیگه این رفت و آمده رو نداشته باشیم دیگه بابا بابا من دارم از نگرانی میمیرم شما چرخ و فلک را انداختی؟ من که کاملا جدیم پیشنهادم هم برای قطع عضوش زبونشه به خاطر اینکه هی دائم ور 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 میاد حرف میزنه بابا اصلا نمیخوام هیچ کاری برام بکنی خودم میرم ترانه بابا خواهش میکنم تو که وضعیت منو داری میبینی همش در حال مگس پروندنم بعدشم الان شرایط یه جوری شده که انقدر همه مردم توی همه زمینه ها موفقن دیگه کسی نمیاد که لازم موفقیت ثبت نام کنه بفرما اینا ارباب رجوعهای منن بفرمایید سر کلاس الان خدمت میرسم شاد و پیروز باشید بفرمایید سپاس من از شما پول نخواستم من گفتم شما بیا با من بریم بشینیم اونجا همه با هم فکرامونو بذاریم رو هم ببینیم چی کار باید بکنیم که الان دیگه اصلا اونم نمیخوام آقای دانایی تشریف ببرید سر کلاس مواظب باشید من میرم یه جایی کار دارم برمیگردم بفرمایید شاد و پیروز سپاس داری چی کار میکنی؟ دارم نقشه فرار رو بچینم
نتیجه بذاری فکر کنم یه راهی پیدا میکنم، تو فقط حواس منو پرت نکن. چیکار میکنی؟ دارم نق میزنم. با این چنگال که بکنی تو مرغ کج میشه، میخوای موزاییکو بکنی؟ ببین اگه با هم باشیم میتونیم، تو اون برا بکن من این برا. که چی بشه؟ که وسط برسیم به هم. تو اونجا رو بکنی بری پایین، من اینجا رو بکنم برم پایین، وسط به هم برسیم. خب الان بغل همیم که. نه بابا منظورم چیزه، منظورم رو برم از اونجا برم اونجا مثلا من چیکار کنم؟ دست رو دست بذارم این بیاد جواره ما رو ببره؟ من نمیتونم، هر طور شده من از اینجا میرسم فرار میکنم، هر طور که شده. خب بالاخره رسیدیم صد خندان، روز قشنگی بود، دمت گرم. داداش دست دست وای، چرا به من دست میزنی؟ چرا 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 به من دست میزنی؟ دست نزن. بله من یه خواهشی میتونم ازتون بکنم. باز چیه؟ من الان حالم بده، نمیتونم رانندگی کنم. میشه ازتون خواهش کنم منو ببرین پیش دوستم؟ لطفاً. نه 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 هیچی، ببخشی اشتباه کردم. اصلا یه روز من علاف کردی بیاری صد خنده. آخه میدونید من الان باید برم با آقای امیری حرف بزنم و خب خودتون قبلا توی این موقعیت بودین، میدونین شرایط منو. من قول میدم اونجا که کارم تموم شد شما رو خودم برگردونم صد خنده. مثل که قرار نیست این روز قشنگ تموم شه، قشنگیاش ادامه داره. تو که اصلا ندیدیش. اوه مسعود مسعود مسعود، تو چرا انقدر درگیر ظواهری؟ باور کن همه چی ظاهر نیست، همه چی صورت نیست. صورت دو روز دیگه تکراری میشه. من شخصیت برام مهمه، کاراکتر مهمه، خانواده مهمه. تو اصلا اینو نمیشناسی. حالا اینا به درخت میگن، اینا نه و ایشون. انقدر زود پسرخاله نشو. ثانیاً چرا ایشون منو صدا کرد؟ ها؟ چرا تو رو صدا نکرد؟ اصلا میتونست هیچ کسی رو مخاطب قرار نده، بگه غذا میخورین، ولی اون انتخاب کرد بگه آقا حبیب. الان تو با یه صدا که گفته غذا میخورین عاشق شدی؟ من آقا حبیب نشنیدم.
نشنیدی؟ فکر نمیکنم. مسعود تو چشای من نگاه کن بگو نشنیدی بگه آقا حبیب. نشنیدم. مسعود بازی در نیار. اون گفت آقا حبیب، همم شنیدم. همه کیان؟ اینجا فقط من و توییم. من که نشنیدم. تو هم که بیشتر وقتا توهم میزنی. مسعود تو خودت هم بکشی؟ اون گفت آقا حبیب. آقا حبیب چرا جواب نمیدین؟ غذا میخورین؟ ببخشید شما با کدوم آقا حبیبی؟ با شما. درود بر شما، مهاجر هستم. مهاجر جان، آیفون خرابه، زنگ پایینو بزن. بله. چی شد؟ نمیدونم، جواب نمیدن. مهاجر جان، زیاد بزن. آها. خب سوزون دی زنگو بابا. با دستتو بر ندار، میاد در باز میکنه. زنگ بزن، زنگ بزن. چی؟ سیخ قلافش کن دیگه، هم برا من سیخ نکش. چرا به جایی که دم در پایین باشی در واسه مهمون باز کنی اینجایی؟ آقای عزیز، من چرا باید در رو برای مهمون شما باز کنم؟ امیری، یه حرف من باید چند بار تکرار کنم تا متوجه بشی؟ شما طبقه اولی، ما طبقه دوم، کی به در وردی نزدیکتره؟ شما واقعا متوجه حرف من نمیشی؟ یا داری خودتو به اون را میزنی؟ سوال منو با سوال جواب نده. اشتباه خودتو بپذیر، عذرخواهی کن، برو در بکن. برو. چرا من باید با این پا این همه پله رو برم پایین در رو باز کنم؟ چطور بلدی با این پا این همه پله رو بیای بالا وقت منو بگیری؟ نمیتونی چهار تا پله بری پایین در باز کنی؟ پایین رفتن که از بالا اومدن راحت‌تره. گرد و قلمبه و توپر هم هستی، میتونی قلب بخوری بیفتی جلو در. برو برو در بکن. برو بیا. همینو می‌خواستی؟ بله. الان یک ساعت ما معطل یه در باز کردنیم. اومد در باز کردن. لازم نکرده، خیلی ممنون، ما دیگه داریم میریم. خدافظ شما، شاد و پیروز باشی. بابا یعنی چی داریم میریم؟ تو میدونی این وقتی که من اینجا تلف کردم به جاش مشاوره میدادم چقدر میتونستم پول در بیارم؟ چقدر؟ نیم ساعت 500 تومن.
واقعا؟ تازه با تخفیف برای آشناها. جانم بفرمایید. خودم هستم. بله، جهت مشاوره در خدمتتون هستم. معرفتون کیه؟ آها بله بله، ارادت دارم. قابل شماره نداره. مهمان باشید. نیم ساعت 500 تومان. بالا نگفتم قیمتش همینه. حالا چون که آشنا هم هستین، یک ساعت 500 تومان. بالا نگفتم قیمتش همینه. یک ساعت 250 تومان نه نگو. آخرش. جون دکتر. صد چی؟ آخه یک ساعت مشاوره 50؟ اینجوری من هزینه عیاب و زهابم در نمیاد. یه 5 بذارین روش بی زحمت. خب باشه، اجازه بدید من بهتون اطلاع بدم. بهتون زنگ میزنم. میام میام زنگ میزنم. خداحافظ، شاد و پیروز بشید. زشته. بس کنی دیگه. خب یکی بره در رو باز کنه. اومدم 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 اومدم. بام 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 بام. چه خبرتونه؟ بعد از 2 ساعت اومده در رو باز کرده. اینم از ادبش. من پامو تو این خونه نمیذارم. خداحافظ. شما خداحافظ. یعنی چی شما مه قر میکنی؟ تا حالا دیدی کسی با من اینجوری صحبت بکنه؟ خب حالا پیش اومده، اونا که تقصیر ندارن، ایشون بعد صحبت کردن. من نمیام. ترانه بریم. بابا خواهش میکنم بفرمایین تو. خواهش میکنم خواهش نکن. من پامو تو این خونه نمیذارم. تمام. بابا به خاطر من. نمیام. بابا خواهش میکنم. نمیخوام. بابا نمیخوام دیگه، اصرار نکن. نمیام. بابایی. نه. به خاطر من. نمیخوام دیگه. نمیام. نه. خب نیا. ترانه همین یه بار فقط به خاطر تو. ممنون. آقای امیری این چه طرز صحبت کردنه؟ من با این پای شکستم این همه پله رو اومدم پایین در رو برای شما باز کردم، وقت شما اینجوری با من حرف میزنین؟ پات شکسته بود؟ بله. کدومش؟ این دیگه. آه! بودو ترم. امیری در